بفرمان. آقا بفرمایید دیگه، چیزی که نیست که دیگه من تعارف میکنم. بفرمایید همین الان اومدی؟ نه ما خب مثلا تفاوتایی که از بابت زندگی ایرانیمون بخوایم مثلا بگیم چه اتفاقاتی افتاده نسبت به زندگی اینجامون، خب مثلا حالا یه عادتی که خیلی تو فرهنگ ما واقعا لذت بخشه و وجود داره اینه که همجوری بگردیم برای خودمون، کار خاصی نکنیم و ولی بگردیم. خب خیلی واقعا میشه گفت ما این که طعمشو چشیدیم خیلی لذت بخشه، ولی خب واقعا وقتی که میایم اینجا میبینیم که اصلا چنین کارهایی رو نمیشه کرد و خب با توجه به حجم کار زیادی که داریم باید وقت زیادی بذاریم رو کارمون و خب به صورت غیر مستقیم این وقت زیادی که میخوایم رو کارمون بذاریم باعث میشه که تفریحات یه مقداری مختصرتر بشه، محدودتر بشه. حالا خیلی عوامل مختلفی دخیل هست، ولی مثلا حتی شهری که توش هستی، تعداد شهرهایی که مثلا واقعا امکاناتی داشته باشن که ما تو فیلم‌های آمریکا دیدیم شاید 10 تا نباشه، نیویورک باشه و مثلا شیکاگو باشه و مثلا لس آنجلس و مثلا میامی و مثلا شهرهای معروف آمریکا، ولی اکثر شهرهای دیگه که به هر حال دانشجوها توش هستن اینا شهرهایی که معمولیه، حتی شاید بشه گفت از خیلی از شهرهای ایران، شهرهای اصلی ایران، تهران، اصفهان، چه میدونم شیراز، مشهد، تبریز، از شهرهای اصلی ایران به جرأت میشه گفت سوت و کورتر، امکانات پایین‌تر و زندگی خیلی مثلا با جوانب کمتری مثلا گذرونده میشه. کسی که اول میاد اینجا و این چیزی که باید بدونه این که مثل یه نمیدونم حالا یه بچه‌ای که تازه متولد شده اطلاعات خیلی زیاده، ورودی اطلاعات براش خیلی زیاده، بنابراین باید اول این چیزی که تو ذهنش میاد این باشه که آروم آروم قرار یه حجم زیادی از اطلاعات حذف کنه، سرعت پیشرفتش یادگیریش خیلی زود میره بالا، ولی اولش خورده باید صبر و حوصله داشته باشیم. حالا یه چیز کلیشه‌ای که اکثر بچه‌هایی که تو امریکان درس میخونن به ایرانیا میگن اینه که اون چیزی که شما توی فیلم ها دیدید امریکا اون نیست. این حرف تا حدودی درسته، ولی قسمت دومش رو نمیگن که اگه اون چیزی که توی فیلم ها شما میبینید نیست پس اینجوری نیست که بد باشه. درسته که فرق میکنه با مثلا اون تصوری که خیلی از بچه دارن، ولی به نظر من آرامشی که توی زندگی توی اینجا هست واقعا اکثرا راضی. حالا درسته که ما دانشجویی میایم اولش خیلی سخته، سالای اول واقعا سخته، ولی حتی توی همین دانشجویی هم حداقل من به شخصه این آرامشی که اینجا دارم شاید اگه توی ایران میموندم نداشتم. اون استقلال، اون آرامش، اون پیشرفتی که میتونم اینجا داشته باشم. بعد مثلا اتفاقا در اون چیزی که توی فیلم ها میبینید میشه هم اتفاق بیفته. اگه برید شهرهای بزرگ مثل شیکاگو، نیویورک و اینجور جاها شما یا مثلا هیوستون پذیرش بگیرید میبینید اتفاقا برید ببینید خودتون به این نتیجه میرسید که همچین چیز جالبی هم اتفاقا نیست، چون حداقل کسایی که دانشجویی میان اینجا چیزی جز آلودگی و ترافیک و اینجور چیزا، هزینه های بالا، این غیر از این چیزا چیزی نصیبشون نمیشه. و حالا تجربه که ما توی یه شهر کوچیک توی امریکا داریم به نظرم جالبه که نه ترافیکی هست، نه آلودگی، هزینه ها مناسبه،
راحت از خونه میتونی سریع برسی به دانشگاه، تو شهرهای بزرگ موقعش تو باید یک ساعت درایف کنی تا از خونه برسی به دانشگاه. من والا فکر میکنم که اولین چیز اینه که تو ماهای اول سعی کنه با ایرانی ها باشه، اون حداقل ماهای اول، حالا بعدش آدم خواست با کسای دیگه باشه، فرهنگ های دیگر تجربه کنه، بهتر اینا رو بذاره برای بعدن. اون چند ماه اول، چون من اینکه مثلا همون روزای اول که میاد ماشین نداره، خرید نمیتونه بکنه، توی جمع ایرانی ها حتی آدم کوچیک باشه و اونا هم نمیدونن ماشین و اینا نداشته باشن، راحت تره تا یه جمع که اصلا فرهنگشون رو نمیدونه، مضافه اینکه زبانم بلد نیست و خب مشکلات بیشتر میشه. فکر کنم خیلی بهتره اولا که آدم با یه ایرانی هم خونه باشه، بعدم همه قراردادایی که میبنده کوچیک کوچیک باشه. یعنی اگه مثلا میخواد گوشی تلفن بگیره، بهتره از این تلفن‌های پریپید بگیره. چرا؟ چون مگه مثلا یکی میره قرارداد تیمو مثلا ورایزن میبنده، بعد میبینه تو آزمایشگاهی که کار میکنه اصلا آنتن نمیده، یا باید دو سال اون قرارداد تحمل کنه، یا مثلا $350 $400 پول بده. پس بهتره اون ماهای اول آدم زیاد دنبال قراردادای طولانی مدت و اینا نباشه، چه برای خونه‌اش، چه برای مثلا گوشیش، یا حتی اگه مثلا استادش میگه که آقا روز اول بیا با من قرارداد RA امضا کن، تا میتونه اینو مثلا عقب بندازه. خب شاید استاد دوست نداشت، خواست اصلا اون فیلدی که کار کرد و دوست نداشت، خواست عوض کنه. اینا باعث میشه که این پولای پشت سرش آدم بشکونه هر کدوم از این قراردادهای بزرگ امضا کردن. چند ماه اول بهتره تا مثلا ندای که سپتامبر میادادم تا ژانویه خیلی چیز نکنه، اجازه بده زمان بگذره تا متوجه بشه کجا هست، داره چیکار میکنه. پس کلن شما میگید که برای چند ماه اول با یک ایرانی باشه و بعد چی کار کنه؟ یعنی حالا بعدش دیگه اون به خودش بستگی داره، حالا خواست دوستش عوض میکنه، یه دوست ایرانی دیگه، نخواست پای خارجی، اون خیلی مهم نیست. ولی اون چند ماه اول مخصوصا اگه قبلش تجربه دور از خانواده نبودن داشته باشن، من یکی از دوستان بود قشنگ افسردگی گرفته بود، یه بند خدایی بود، این کامل میگفت من خسته شدم میخوام مثلا خانواده‌ام ببینم. خب من فرهنگم بهش نزدیکتر بود، با همدیگه پیش صحبت میکردیم، خاطرات مشترک داشتیم، براش میگفتم. ولی خب اگه یکی باشه که هیچ نوع نقطه مشترکی نداره، اون سختی رو بیشتر میکنه برای اون کسی که روز اول آمده، هنوز مثلا تو جت لگ، خب دلش برای خانواده‌اش هم تنگ شده، ماشین هم نداره بره والمارت چیزی بخره، این مشکلات خیلی زیاد میشه. اگه بخواد مثلا آدم با یکی باشه که پیچ و فرهنگی مشترکی باهاش نداره. آمریکایی اصلا کلا برخورد اجتماعیشون با ما ایرانی‌ها چه جوریه؟ خیلی هاشون اصلا نمیدونن، اصلا نمیتونن ایران رو درست تلفظ کنن، اکثرشون میگن آیران و دیده خاصی ندارن. از این بابت که علمی راجع به ایران ندارن، یعنی چیزی راجع به ایران نمیدونن، ایرانو توی تصورشون میچسب، یعنی بخشی از خاورمیانه و تمام مشکلاتی که توی خاورمیانه هست و مثلا ایران هم جزء اون میدونن. مشکل ما، یعنی مثلا خیلیشون فهم میکنن ایران یک کشور ناامنیه، مثلا عراق و افغانستان که مثلا بمبگذاری میشه، اونا اصلا هیچ دیدی ندارن. اصلا مثلا خیلیاشون نمیدونن که چقدر ایران پیشرفته است، حالا یعنی چند تا شهر بزرگ داره، ماشینای آخرین سیستم، نمیدونم معماری مدرن، همه اینا هست، اصلا ایده ای راجبش ندارن. شرایط زندگی من به شخصه خیلی تغییر کرد وقتی از ایران اومدم آمریکا. من شبیه تعداد زیادی از حداقل همکلاسیام هم دانشکده یا بودم زمانی که داشتم لیسانسام فوق لیسانسام میگرفتم، و خیلی عادی بود که هفته ای سه شب چهار شب با بچه‌ها، شاید هم بیشتر، شاید هر شب یه دوره بریم بیرون دور هم جمع بشیم، قلیونی بکشیم، صحبتی بکنیم. هیچ وقت این به عنوان وقت تلف کردن تو ذهن من جا نیفتاده که من مثلا شبی 3 ساعت 4 ساعت با بچه‌ها برم بیرون، 2 3 ساعت رو هر زمان برم بیرون، این میشه وقت تلف کردن. شاید میتونم اینو یه طرز بهتری ازش استفاده بکنم. به هر دلیل این تو ذهنم، نه تنها تو ذهنم، تو ذهن همکلاسیام هم جا افتاده بود که این یه تفریح ثابت ماست، همیشه باید انجام بشه، کسی که انجام نمیدادش
یه خورده کار عجیبی دارن انجام میدن. ولی زمانی که اومدیم و هم محیط عوض شد، هم یه پروگرام جدید رو شروع کردیم، هم خب مقطع تحصیلی رفت بالاتر، و اینکه شرایط کار کردن اینجا ما رو یه جورایی برد به سمت اینکه اکثر زمان روزمون رو اختصاص بدیم نه صرفاً تحصیل و یا راجب ریسرچ خودمون، بیشتر زمان روزمون رو اختصاص بدیم به یاد گرفتن. من فکر میکنم پیشرفتی که داشتم تو این چهار سال خوردهی که اینجا بود شاید برابری کنه با پیشرفت تمام زندگیم قبل اینکه پام بذارم اینجا. علتش هم اینه که محیط اینطوری ایجاب میکرد، همه تلاش میکنن برای پیشرفت، میگن تو آمریکا یا شما میری بالا یا میای پایین، خیلی کم پیش میاد که حد وسط بمونی، یا باید تلاش کنی برای رسیدن به جای خوب یا اینکه سقوط میکنی. بعد و خودم هم خوشم اومد، دیدم خیلی بهتر بود، ای کاش میشد که مثلا چند سال حتی زودتر از اینکه بیام اینجا این رویه زندگی رو پیش میگرفتم. خیلی ها میگن داری علکی انرژی میذاری، مثلا از صبح زود میری تا دیر وقت، چرا تفریح نمی کنی؟ ولی ناخودآگاه بینش آدم، مفهوم تفریح حتی تو ذهن آدم عوض میشه. تو ترجیح میدی 10 ساعت در روز کار بکنی، 8 ساعت کار مفید، حالا راجع به صحبت کنی، 8 ساعت کار مفید بکنی. کار مفیدی که میگم شاید کمتر پیش بیاد، مثلا تو ایران آدم 8 ساعت در روز، 9 ساعت، 10 ساعت در روز کار مفید بکنی. کار مفید بکنی ولی یه زمانی هم خواستی، یه زمان کوتاهی هم خواستی، هفته ای، ماهی اختصاص بدی به تفریح، یه تفریح بکنی که واقعا ازش لذت ببری. حالا بچه‌ها از دانشگاه تهران و شریف بودن و خب حالا یه بیسشون خیلی قوی بود و یعنی یه جورایی بچه‌های مثلا دانشگاه دولتی یه جورایی مطمئنن که میتونن، چون سینیراشون بالاسریاشون رو دیدن و اونا هم موفق شدن. ولی از مثلا سمت دانشگاه آزاد حالا یا پیام نور کمتر میان و یکم شک ها بیشتره. من خودم یه سوال خیلی بزرگی که داشتم قبل اینکه بیام، همیشه یعنی خیلی میشد زنگ میزدم با بچه‌هایی که توی امریکا هستن تماس میگرفتم، ازشون میپرسیدم که آیا شما دوروبریاتون دانشگاه آزادی هم بوده اینجا یا نه، که مثلا تک و توک مثلا میگفتن آره، ولی باز مثلا دلم هیچ وقت قرص نمیشد. ولی حالا من به شخص اونقدرام مثلا قوی کار نکرده بودم دوران لیسانس، هم مثل پیمان ما هم خیلی وقتمون رو تلف کردیم با بیرون رفتن و حالا این بر و اون بر و اینا، ولی حداقل تا اینجاش الان خودم یا پویا از دانشگاه آزاد اومدیم و نسبتا موفقم هست.